شهروندی تاجیکستان در بیلاروسیه دستگیر کرده شد. جاری کنی مدنیت روس در ازبکستان. افغانستان پولیگون امریکا برای گذراندن آزمایش. جانبی بیلاروسیه خبری بازداشتشوی شهروندی تاجیکستان پرویز تورسونوف را در شهر مینسک تصدیق نمود. طبق اطلاعی آژانسی تلگرافی بلتا، نماینده رسمی پراکوراتورای جنرالی بیلاروس دمیتری بریلیوف خبری دستگیرشوی شهروندی تاجیکستان را در فرودگاه شهر مینسک تصدیق نمود که نسبتی او در تاجیکستان با عیبی بافته شده در اکستریمیزم پرونده جنایی آغاز گردیده است. نام برده سنه 18 سپتامبر در فرودگاه از جانبی کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر مینسک دستگیر کرده شد. سنه 19 سپتامبر معاون پراکوراری نقلیاتی شهر مینسک نسبتی تورسونوف قراری به پشت پنجره روان کردن را تطبیق نمود. عین زمان شهروندی تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی رقمی یک شهر مینسک قرار دارد. خدمات نظارتی بلاروس سندها را از پراکوراتورای جنرالی تاجیکستان برای بازداد نمودن انتظار می باشد. سخن درباره سابق بازینگری تیم فوتبال خیر پرویز تورسونوف 43 ساله از شهر وحدت می رود که یک چند سال پیش برای پیشنهاد ریش نگذاشتن او تیم فوتبال را ترک نموده است. پس از ترک نمودن تیم فوتبال او با همراه آیلش در دبی و ترکیه کار کرده زندگی بسر برده است. در تاجیکستان نسبتی پرویز تورسونوف با ماده 307 قسم 1 دعوت عمومی به اکستریمیزم پرونده جنایی آغاز گردیده است. власти Таджикистана используют всякими методами, чтобы арестовать там давить народа на иных мыслящих. بنابر اطلاع سامانه خانه وطنداری مسکو، ازبکستان مقصد دارد تجربه اتحاد شوروی را در تعلیم زبان روسی استفاده برد. طبق اطلاع معاون رئیس خانه وطنداران مسکو یوری کاپلون، در زمان اتحاد شوروی نمایندگان از ازبکستان هر سال 1500 نفر به فکولته فیلولوژی روسیه داخل می شدند. یوری کاپلون یادآوری میکند که گروهی مذکور زبان روسی در تحصیلگاه های ملی نام داشتند. اکنون باشد در ازبکستان به تجربه گذشته میخواهند برگردند. مسئله مذکور در رفت سمیناری بخشیده و بلند برداشتن سطح درجه اختصاصی آموزگاران زبان روسی که در شهر تاشکند برگزار گردید بررسی شد. کنفرانس مذکور در طول 4 عصر یکمین بار گذرانیده شد. 110 نفر آموزگاران زبان روسی از مکتبها، کالج‌ها و دانشگاه‌های عالی شهر تاشکند و دیگر شهر و نواحی‌های ازبکستان در کنفرانس اشتراک ورزیدند. تشکیلات اساسی آید به پهن نمودن زبان روسی و فرهنگ روسیه در آسیای مرکزی عالم روس می‌باشد و قبلاً گزارش داده است که وزارت معارف ازبکستان برای تأسیس مرکز زبان‌های روسی که مرکزی پنجشنبه فرهنگ روس در کشور خواهد شد، پیشنهاد نموده است. مینبعد در دانشگاه های عالی ازبکستان با سیستم 5 بالی بهاگذاری دانشجویان جاری کرده می شود. مشاهدان قید میکنند که سیستم مذکور بهاگذاری دانش در دوره اتحاد شوروی نیز وجود داشت. عین زمان باشد سیستم مذکور در دانشگاه های عالی روسیه تطبیق کرده می شود. با عقیده مشاهدانی مستقل واقعی مذکور به آن دلالت میکند که رژیم میرزیایف سمت نزدیک شوی با روسیه در ساحه مدنیت را پیش گرفته است که برای نگاه داشتن عینیت مردم ازبکستان به نهایت خطرناک میباشد. نظامیان امریکایی از بالای مردم افغانستان آزمایش نوبتی هواپیمای قیرکننده F-35B نسل 5 را گذرانیدند. چی طوری که CNN به وزارت مدافع ایالات متحده امریکا تکیه نموده اطلاع می دهد، هواپیمای قیرکننده F-35B یکمین بار در تاریخ در شرایط جنگی ضربه های خود را رسانید. طبق اطلاع شبکه، هواپیمای امریکایی در افغانستان به نشانهای حرکت طالبان در مدت 24 ساعت هجوم نموده است. هواپیمای F-35B
барои корпуси қошинҳои ҳарбии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико коркард карда шуда, барои парвозу тавақуф ба киштиҳои десантии намуди S6 мувофиқ гардонида шудааст. Мутахассисон қайд мекунанд, ки дар тӯли 30 соли охир мардуми Афғонистон ба полигони инсонии ҳақиқии табдил ёфтааст, ки ҳар як давлат аз Иттиҳоди Шӯравӣ шурӯъ карда, то давлатҳои ғарб барои санҷиши силоҳҳои нави худ мардуми Афғонистонро ҳадафи худ қарор медиҳанд. Ёдрас мекунем, ки соли 2017 Амрико аз ҳама калонтарин бомба бо номи модари бомбаҳо дар таърихи башарият якумин маротиба ба Афғонистон партофт, ки ҳаҷми он ба 8400 кило баробар мебошад. تخپلم مدرسه وای